با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام دکتر حلاکوی، خسته نباشید. سلام، بفرمایید عزیز. دکتر حلاکوی ببخشید، من اگه فارسیم یه ذره بده، من ممکنه کلمه هایی که ندونم به انگلیسی به شما بگم. هیچ اشکالی نداره، یه ذره بدتون هیچ عیبی نداره، خیلی بدتون هم اشکالی نداره، بفرمایید. خیلی ممنون دکتر حلاکوی. من دارم درباره رابطه خواستم به شما زنگ بزنم، بعدم راستش ترجیح میدم اگه بشه شما از من سوال بکنین. در اینکه شما چند سالتونه؟ کجا شروع کنم؟ من 34 سالم هست. چه مدتی خارج از ایران هستید؟ من 8 سالم بود از ایران اومدیم آمریکا. اوکی، بسیار خوب. به من بگید چی خوندید، چه میکنی؟ من فارماسست هستم، کلینیکال فارماسست. بسیار عالی. به من بگید چند تا خواهر برادر داری، چندمی هستی؟ یه دونه برادر بزرگتر دارم، از خودم 7 سال بزرگتره. اوکی، خب به من بفرمایید که موضوع مشکل در رابطتون چیه؟ یعنی خودتون فکر میکنید مسئله مشکل پرسش چیه؟ من راستش هنوز خیلی عاشق دوست پسر قبلیم هستم. مال چه زمانی؟ تازه، یعنی ما نزدیک 2.5 سال با هم بودیم، 2-3 بار با هم دیگه قطع کرد، یعنی من قطع کردم، هنوزم با هم دیگه هست، یعنی هفته یه بار شاید هنوز حرف بزنیم. خب این که دوست داشتن دوست پسر قبلی و بعدی نداره، شما قبلا هم دیگه رو بیشتر میدید کمتر میدید، چرا میخواید یه نام دیگه روش بذاری؟ و موضوع چی اصلا؟ چرا ایشون چند سالشه؟ بذارید اول روشن کنم. ایشون 33 سالش هستش. اوکی، ایرانی است غیر ایرانی است؟ نه، آمریکایی هستش. ولی امریکایی مال خود امریکاست یا اونم مهاجر از یه جایی آمده؟ نه، مال آمریکا. آگه چی خونده، چی میکنه؟ بچلرز سایکولوژی گرفت، بعد 4 سال توی نیوی رفتش، پوزیشنش هم خیلی بالا بود توی نیوی، آفیسر شدش، برگشت، الان توی یونیورسیتی کار میکنه توی فایننس، بعد داره ماسترز بزنسش رو میگیره تو همون یونیورسیتی. خب اونجا که اشکال نداریم. دو تا مشکلی که با هم دارید چیه؟ چون متاسفانه عزیز نفر 13-14 دقیقه وقت دارم، به این دلیل دو تا مشکلی که با هم دارید که نمیتونید تصمیم بگیرید با هم چه کنید، you cannot live with or without each other، قصه چیه؟ من راستش حلاکویی، من بعد از اینکه 1 سال با هم دیگه زندگی کردیم، من فهمیدم که این ادکتد به اوپیوید هستش و شما دیگه برای چی دیگه اونجا موندید؟ نموندم، من تا فهمیدم، یعنی چون عاشقش هنوز خیلی بودم. نه، عاشق اینا رو ول کنید، اونا رو بعدا بهش میرسیم. عاشق رو ولش کنید، یا آدمی است معتاد هیچ اتوان ای بس های قرار شما هم به خاطر علاقتون هم به خاطر معتاد بودن و به نوعی منفعل بودن و پسیو بودنش. خب حالا وقتی فهمیدید باید جدا میشه دیگه، چرا موندید؟ راستش خواستم یه چانسی بدم که چانس فقط وقتی چانس رو وقتی میدید که اون یک قبول کنه که بیماره و مشکل اعتیاد داره، و دو بره درستش کنه. هر وقت درست شد، دکترش گفت خوب شده، درست شده، اون علت و عواملی که موجب اعتیادش بوده از بین رفته، حالا به درد میخوره. و حالا به درد نمیخوره. همین کارم سعی کرد دکتر حلاکویی. من نه، سعی کافی نیست. چون ببینید شما یه تیپی هستید که با توجه به رشته کارتون این مسائل که نیست که من بگم بجای این قرص حالا 2 تا قرص دیگه میخورم، این شوخی نداره عزیز. یا آدمی که معتاده بیماره، یعنی این بیماری هم عمیق و سنگین و از کودکیست، حتی میدونیم از حتی 14 ماهگی شروع شده. 1 2 تا زمانی که معالجه نشده و اون علل و عواملی که موجب اون مشکل شده از بین نرفته، فقط کافی است در شرایط خاصی قرار بگیره. بعدم یه آدمی در امریکا پاشه بیاد بره نیوی، خود این اصلا رفتن توی همچین جو و محیطی نشون دهنده یه روح ناآرامی است. بعدم علاقمند بشه به معتاد بشه و شما همچنان فکر کنید خوبه. حالا من بگید عاشق ایشون بودید، عاشق 3 تا چیز خوبه ایشون چیه؟ این یکی از مهربون ترین کسایی که من تو عمرم. نه مهربون نیست، افسرده‌ای است که برای خودش حق و حقوقی قائل نیست، یا آدمی است که ببینید ریشه اصلی اعتیاد چیه؟ شرم و خجالت و نگرانی از اینکه من خوب نیستم، من از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، پس من به درد نوکری میخورم اگر مردم، به درد کلفتی میخورم اگر زنم. اسم این مهربونی نیست، برای که ایشون با خودش مهربون نیست. ببینید عزیز، آدم مهربون کسی است که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، هیچ کار بدی رو علیه خودش نمیکنه، به حریم و حقوق و حرمت هیچ کس تجاوز نمیکنه، اجازه نمیده کسی هم به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه و هزینه و مسئولیت و پیامد و نتیجه همه کاراشو هم میپذیره. ایشون که اینجوری نیست. ایشون حتی داره بدترین آسیب خودش رو 100% میدونه که این اعتیاده، 100% میدونه یه نوع خودکشی تدریجی. It's a gradual suicide. بعد شما میگید مهربونه، با خودش نیست، با شماست. نه، شما دنبال نوکر میگشتید پیدا شده، چون به گونه مواظب و مراقب شماست و میخواد شما رو خوشحال و راضی کنه به عنوان اربابش. شما فکر کنید وای چقدر مهربونه، نیست. بله، معمولا اگر مشروب هم بخوره یا میخورد، معمولا برمیگرده به آسیب کودکی در ارتباطی که از نظر آیدنتیفیکیشن با مادرش داره. بله، حالا میدونم وقتم نداریم دکتر حلاکوی، اما بچگیش حتما از اونجا شروع شده، برای اینکه بچگی خیلی مسی بوده. مادرش 4 تا بچه با اولین ازدواج داشته، پدرش یکی داشته، بعد اینا با همدیگه ازدواج کردن و این پسرای خواهر داشتن. خیلی یه ذره مطمئنم عزیز. ببینید، من دلم میخواد من به شما بگم بیاد ماشین منو بخرید. ماشین من مرتب، منظم، تمیز، یه خط روش نیفتاد ولی اپل 5 دفعه تصادف کرد. شما منو جدی میگیرید؟ یه کسی یه سابقه کودکی آنچنان داشته باشه، بس سر از نیوی ارتش امریکا در بیاد، بعد معتاد باشه، بعد شما به من بگید آدم مهربونیه؟ آخه شما توانایی تشخیصتون این نیست. شما برای شما بی ضرر بوده، بی خطر بوده، خاطرتون ازش آسوده بوده، آسیب بهتون نمیزنه، هر کاری هم که بتونه برای شما میکنه، شده مهربون. ولی اسم این میتونه نوکرم باشه و نه شوهر. درست میگی. این دکتر حلاکوی هر یعنی من الان بهش 2 بار چانس دادم، ادکشن تراپیست رفتم باهاش و حتی یه چند ماه سعی کرد اینجکشن، یعنی این هر کاری میگه من میکنم که من این ادکشنم رو از بین ببرم، سعیم کرده. چند تا من بهش گفتم بره ویویترال شاکس بگیره که ماهی 1 بار نوکسون اینجکشن بهش میدن که نتونه استفاده کنه، که مدیکال رفرنسش هم فورج کرده بود به من داده بود که گفت انگار رفته بود زده بود هر ماه، اما 1 بار بیشتر نکرد این کارو. اما هنوز الان ما 6 ماه دوباره دیگه با هم قطع کردیم. من دیگه گفتم این آخرین باره باهاش قطع کردم. دوباره به من هر هفته، یعنی من به اون تکس نمیزنم اما اون هنوز هر هفته تکس میزنه که من عاشقم و هر کاری بخوام. نه، شما دوتای بیمارید، عاشق نیست. من در بحث عشق آوردم، هم ما عشق بیمارگونه داریم هم بیمار عاشق داریم. ایشون به شما معتاده، برای شما هم اون نقش هم برای اون دارید. متفاوت هستید، دختر خوبی هستید، باهوشید، مواظبید، مراقبید، دلسوزید، نقش مادری ایفا میکنید، مادر نداشته‌اش هستید، بنابراین به شما چسبید. ولی شما از هم دیگر در میارید عزیز. شما دوتایی با این پرابار شکسته‌ای که دارید رو زمین میمونید، خوراک حیوانای روی زمین میشید. پر پرواز ندارید که خودتون رو نجات بدید و برید. رابطه وقتی غلطه عزیز. شما که با توجه به رشته تحصیلی و کارتون دلتون میخواد نجات دهنده باشید، رسکیور. درست. دلتون میخواد، خب این نیست عزیزم، این پسر شما نیست، شما مادر اون نیستید، شما دنبال همسرید، یک کسی که در بیشتر زمینه‌ها به شما یه چیزی اضافه کنه، شما هم به زندگی او اضافه کنید. درست. یعنی 100 شما 70-80 بشه، 100 اون 70-80 بشه، جمعش بشه 150-160. نه اینکه بعدن آخر کار که هم بیارید و دنبال اون بدوید بعدم امیدوار نباشید عزیز. ببینید ملاکی من تو این گونه موارد اینه که هر اولا چون دو سه دفعه اشاره کردید trying is lying، یعنی هر کسی که کوشش میکنه دروغ میگه. باید انجام داد، به ایشون توان اینو نداره. بعدم از اون زیر کارا خرابه عزیز. مسئله زندگیش نیست، مسئله شما نیستید، مسئله موضوعهای روزمرهش نیست که بگیم خب اگر اینا درست بشه اونم درست بشه. نه، اون زیر خرابه. و به همین جد است که شما فقط نقشی که برای هم دارید نقش دو تا آدمی است که وسط یه بیابون گم شده، حالا کسی دیگه نیست، هم دیگه رو پیدا کردید. شما به خاطر 7 سال که برادرتون بزرگتر بود و اون شرایط خاص رو داشتید مسئله دارید. یعنی یه جوری نقش اینکه مواظب باشید آسیب نبینید، اگه بهتون آسیب نمیزنن پس خیلی خوب و خوش باشید رو دارید. بعد رشته تحصیلی شما یه زمینه ای رو به هر حال از اینکه قصد کمک رو دارید، یه نقش گفتم نجات دهنده رو دارید، رسکیور دارید، پیداست. ولی ایشون رو نمیتونید نجات بدید عزیز. ایشون شما رو پایین میکشه و از پادر میاره. علاوه برای این همه مدت طولانی کافی است که به این نتیجه برسید که شدنی نیست و وقتتون و عمرتون تلف نکنید. یه زمانی متوجه بشید سن من گذشت، حالا دیگه کسی نیست دیگه. تازه از شما اگر شما نکنم گفتید کوچکترم هست، 1 سال از من کوچکتر هست. من هیچ خوشحال از این رابطه نیستم عزیز. یعنی این انتخاب درستی نیست. ببینید انتخاب قرار انتخاب میان زن و مرد باشه که مکمل و متمم هم باشن، کامپلیمنتری باشن. قرار نیست رابطه مادر و پسر باشه، رابطه پدر و دختر باشه، قرار دکتر و مریض باشه، معلم و شاگرد باشه. اینا کار نمی‌کنن تو دنیا امروز. امروز ازدواج برابره. همیشه گفتم مثل 4 تا چرخ یه اتومبیل، 2 تا چرخ سمت راستش زنه، چپش مثلا مرده. اولا این چرخا باید اندازه باشن و الا چپ میکنن، سرعتشون هم یکی باشه ولی دور خودشون میچرخن. شما اینجا دور ایشون باید بچرخی. من تضمین میکنم شما ازدواج کنید 10 سال دیگه هم گرفتار اعتیاد ایشون. بله و ترسم همینه دکتر حلاکوی. ترستون این نیست، واقعیته. بله بیخوری دل خوش نکنید عزیز. بیاد بیرون. این که بهتون هفته یه دفعه، ماه یه دفعه، روز یه دفعه تکست میزنه، تلفن بزنه. منم هر وقت خواستم خونه 1 میلیونی شما رو $200,000 بخرم روزی 15 دفعه زنگ میزنم. میدونید اینا نشانه هیچ چی نیست. اینا اتفاقاً عمق مشکل و مسئله رو نشون میده و شما هم توانشون ندارید عزیز. شما هم جایگاهتون خوب نبوده. درسته به نظر سفت و محکم میاد مثل یه لیوان شیشه‌ای، ولی اگر به زمین خوردید، روی سنگ فرش افتادید، خورد میشید. اینقدر به قدرت خودتون و توان خودتونم مطمئن و معتقد نباشید. شما بسیار خودتون کاملا پیداست، فرجایل و شکننده اید. خیلی من کفتم تو این ریلیشنشیپ. من خیلی کفتم. من میبینم عزیزم، متوجهم چیه. به همین است که بهتون میگم اصلا صلاحیتون نیست. باورم کنید حتی 2% هم احتمال نداره این رابطه چند سال دیگه به جایی برسه که شما خوشحال و راحت و راضی از انتخابتون باشید. تمومش کنید. مهم نیست اون چه میکنه. بازی در بیارید، بهانه در بیارید، خلوچل بشید، خیلی هم مشکل نیست. برید. حرفی هست که ما 2 تا فرهنگ و جامعه مختلف و متفاوتیم و به هم نمیخوریم و به درد هم نمیخوریم و یه جوری که خودتون میدید بدون که اذیت بشه، ولی نخواهید راضیش کنید، اون راضی نخواهد شد. اون به میزان بیشتری که شما بگید نه اون میخواد بگه باشه، اون برای که باید برنده باشه حداقل اینجا رو ببره و اونجا مادرش رو پیدا کرده، کسی ازش مواظبت نخواهد. شما نقشتون مادری عزیز، نقش همسری ندارید، خودتون رو فریب ندید. شوهر پیدا نکردید، پسرتون رو پیدا کردید یا نوکرتون رو و هر دوتا شما رو از پادر. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی فکر کنم حرفامو زدم. خیلی ممنون دکتر حلاکوی. آخرین چیز 1 دقیقه هم طول نمی‌کشه. فکر کنم شما جواب منو دادین چون من واقعا خیلی احترام میذارم به حرف شما. خواستم ببینم شما چی میگین و واقعا اون کارو میکنم. این به من الان فقط میگه من تمیز شدم اما تو به من چانس نمیدی که اینو اصلا ببینی. نه، حرف این است که تو یه سال که تمیز شدی دکتر تم نوشت به من بگو، بعد بریم ببینیم ما باز به هم میخوریم نه. ببینید عزیز، این که دو تا آدم یه آدم، ببینید این که من معتاد نباشم، دوز نباشم، دروغگو نباشم که معناش این نیست که شوهر یا زن خوبی هستم. آدما قراره به هم بخورن، به درد هم بخورن. شما یه اتومبیلی هستید، هر لاستیکی به اتومبیل شما نمیخوره. شما یه لاستیک دادم 4 برابر لاستیک من قیمتش هم 1/4 بود خریدم. حالا کجا بذاریدش؟ به ماشین شما نمیخوره. مسئله این است که بعد گوش به حرفا ندید. این استدلالا که معنی نداره ازم. ایشون اگر استدلالاش معنی و مثلا مبنای عقلی و واقعی و علمی داشت، معتاد نمیشد. و همچنان تو این گرفتاری دست و پا نمیزد. خود تو گول نزن عزیزم. کار دست خودت میدی، پشیمون میشی، اذیت میشی، زمانت هم میگذره، یه موقع بچه‌ای هم میاد و وقتی که بعد گرفتاری است. لطفاً از خودتون مواظبت کنید. ما نیومدیم تو این دنیا دیگران رو نجات بدیم، نیومدیم مواظب و مراقب دیگران باشیم، نیومدیم دیگران رو خوشنود و راضی و راحت کنیم. ما همچین وظیفه و مسئولیتی نداریم. ما قرار از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم و اون زمانی که همه چیز برای ما خوب بود، هر وقت کسی نیازی داشت کمکش کنیم. ولی این کمک هرگز در چارچوب ازدواج صورت نمیگیره. من همیشه عرض کردم، بگید من میخوام خونمو بهش ببخشم، ببخشید. بگید من میخوام نصف حقوقمو تا آخر اون به اون بدم، بکنید. ولی زنش نشید. مواظب خودتونم باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.